امروز میخوایم راجع به روش علمی، یعنی فصل اول علوم هفتم بچه‌ها با هم دیگه صحبت بکنیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به روش علمی و اونو معرفی کنیم براتون، لازمه با مفهوم کلمه علم آشنا بشیم. علم یعنی داشتن آگاهی و اطلاعات راجع به مواد پیرامون اطراف ما. خب تو اسلاید بعدی میخوایم بریم با هم دیگه یه سری تکنولوژی‌ها که محققای ایرانی تونستن اختراع بکنن رو با هم دیگه بررسی بکنیم. تصاویری از موفقیت و نوآوری متخصصان ایرانی. اولین آیتم بچه ها پهپاد هستش. بعضیا به اشتباه میگن پهپاد، ب نیستش، پ. مخفف کلمات پرنده هدایت پذیر از دور. پ اول پرنده، هدایت پذیر از دور. خب توسط چه علمی به نظر شما بچه ها ساخته شده این پرنده هدایت پذیر از راه دور؟ این علم بچه ها بهش میگن علم هوافضا. یه دونه علم هم نیستش بچه‌ها، مجموعه ای از علوم ریاضی و مکانیک با همدیگه کمک میکنن یه علمی رو میسازن به نام علم هوافضا. آیتم دوم، سد کرخه بزرگترین سد خاکی خاورمیانه. آیا به تنهایی ساخته شده؟ یعنی هیچ علمی به جز علم عمران تو ساختن این سد کمک نکرده؟ جوابش منفیه بچه‌ها. علم ریاضی به همراه علم فیزیک اومدن یه علمی رو برامون ساختن به نام علم عمران. آیتم بعدی، 6 داروی جدید زیست فناوری ایرانی ساز هستش بچه‌ها. خب برای اینکه ما دارو بسازیم نیاز به یه علمی داریم به نام داروسازی. این علم نشأت گرفته از علم شیمی هستش. ما 4 تا در واقع میشه گفتش که علوم پایه داریم. اولیش ریاضی هست، بعد فیزیک، شیمی و زیست شناسی. تو فصل بعدی میخوایم با مفهوم فیزیک آشنا بشیم. خب ببینیم آیتم بعدی راجع به چی صحبت میکنه. اولین گوساله شبیه سازی شده در خاورمیانه به نام بنیانا در ایران به دنیا آمد. خب بچه ها این گوساله برای اینکه شبیه سازی بشه نیاز به یه علمی داره به نام ژنتیک. علم ژنتیک نشأت گرفته شده از علم زیست شناسی هستش. خب میخوایم تو اسلاید بعدی بپردازیم به معرفی اینکه ما چگونه میتونیم به روش علمی دست پیدا بکنیم. برای دستیابی به علم و آگاهی باید به کمک روش‌های درست و منطقی از یک پرسش به سوی یافتن پاسخ آن پرسش رفت که یکی از این روش‌ها به روش علمی معروف است که شامل مراحل زیر میباشد. با همدیگه می‌خوایم بچه‌ها مراحل روش علمی رو مرحله به مرحله با یه مثال من براتون توضیح میدم، شما یادداشت می‌کنید و می‌خوایم آخر سر به یه جواب مطمئن و درست برسیم. خب به عنوان مثال کدام یک از مواد زیر در آب حل می‌شوند؟ سدیم کلرید، گوگرد، براده آهن، نفت، اتانول، جوهر نمک. بچه ها سدیم کلرید اسم شیمیایی همون نمک خوراکی هستش، ماده سفید رنگی که به غذا اضافه میکنن تا غذا شور بشه. گوگرد جامد زرد رنگی هستش که توی دهانه آتشفشان های نیمه فعال و فعال وجود داره. براده آهن هم که خب هممون میدونیم چیه. نفت یه ماده سیاه رنگ که حالا کاربردهای شیمیایی خیلی زیادی مثل مثلا رنگسازی تولید بنزین داره. اتانول یه نوع الکل هستش، یعنی یه مایع تلقی میشه. جوهر نمک هم همینطور توی مصارف برای ضد عفونی کردن استفاده میشه. خب ببینیم با این سوال ما الان چگونه میتونیم به روش علمی دست پیدا بکنیم. اولین مرحلهش پرسش هستش که پرسش باید به صورت مشخص و واضح مطرح گردد. یعنی چی؟ توی این مثال توجه بکنید، ما گفتیم کدام یک از مواد زیر در آب حل میشه. وقتی گفتیم مواد زیر، خب 6 تا آیتم هم براتون مشخص کردیم دیگه، سدیم کلرید، گوگرد، براده آهن، نفت، اتانول و جوهر نمک. سوالمون رو داریم جزئی مطرح میکنیم، فقط راجع به این 6 تا مورد داریم ما سوال میپرسیم. اگر میگفتیم کدام مواد در آب حل میشوند، این سوال عمومی بوده، سوال کلی بوده، جزئی نبود. پس ما باید سوالمون رو به صورت مشخص و واضح مطرح بکنیم. بریم سراغ مرحله دوم روش علمی ببینیم مرحله دوم چیه. مشاهده. با استفاده از حواس پنجگانه به بررسی دقیق و با هدف بپردازیم. بچه ها یعنی چی با استفاده از حواس پنجگانه؟ من الان براتون توضیح دادم سدیم کلرید جامد سفید رنگه. خب این سفیدی رو ما داریم چجوری حس میکنیم؟ با حس بیناییمون. یا وقتی میگیم براده آهن، میدونیم براده آهن اگر از حس لامس کمک بگیریم جامده. وقتی این چیزا رو متوجه بشیم ناخودآگاه یه سری تصمیم گیری های انجام میدیم که تو مراحل بعد اون تصمیم گیری ها بهتون میگم که به دردتون میخوره. مرحله سومو ببینیم با هم دیگه. جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات. با
باید به جمع‌آوری و طبقه بندی اطلاعات با استفاده از مقالات، اینترنت و تجربه دیگران پرداخته شود. خب الان دیگه بچه‌ها همتون تقریبا اینترنت در دسترس دارید. کافیه که توی گوگل یا حالا بقیه موتورهای جستجو یه سرچ ساده انجام بدید، جواب اینو کاملا متوجه میشید. ولی قدیم که تقریبا میشه گفتش که اینترنت سخت در پیدا میشد، میرفتن از مقاله ها و تجربه دیگران هم خیلی کمک میکنه. مثلا میخوایم بگیم که نمک آیا حل میشه توی آب یا حل نمیشه تو آب؟ خب خودمون تجربه داریم، میدونیم اگر مقداری نمک رو بریزیم توی آب و هم بزنیم نمک حل میشه. پس نیازی نیست بریم سراغ مقاله و بریم سراغ اینترنت، اینو از تجربه خودمون میتونیم استفاده بکنیم. این شد مرحله سوم. بریم سراغ مرحله چهارم. مرحله چهارم پیشنهاد فرضیه هستش. با استفاده از اطلاعات به دست آمده برای پرسش ایجاد شده پاسخی پیشنهاد شود. بدون اینکه بچه‌ها بدونیم جوابمون درست هستش یا غلط، میام یه فرض میکنیم. مثلا ما الان فرض میکنیم سدیم کلرید یا نمک چون جامد هستش در آب حل نمیشه. خب این فرض ما درسته یا غلطه؟ تو مرحله بعدی مشخص میشه فرضی که ما انجام دادیم درست هستش یا غلط. بریم مرحله بعد رو با هم دیگه ببینیم. فرضیه باید قابل آزمایش باشد و درستی و نادرستی آن در تجربه و عمل ثابت شود و تکرار آزمایش خطاهای آزمایش را کاهش می‌دهد. وقتی میگه باید قابل آزمایش باشه، خب ما فرض کردیم که سدیم کلرید که جامد بود تو آب حل نمی‌شد. همینجوری مقداری نمک رو می‌ریزیم تو آب، 10 دقیقه میذاریم میمونه، میریم برمیگردیم میبینیم که بله مقدارش حل نشده. خب نتیجه میگیریم که نمک تو آب حل نمیشه. آیا این نتیجه ما درسته یا غلط؟ فعلا تا اینجا نمیدونیم. باید بیایم آزمایشمون رو تکرار بکنیم و همه جوانب رو براش در نظر بگیریم. چجوری؟ این سری مرحله دوم، میایم نمکی که ریختیم توی آب رو با یه قاشق شروع میکنیم به هم زدن. اون وقت متوجه میشیم که نمک توی آب حل میشه. همین آزمایش رو تکرار میکنیم برای براده آهن، ببینیم آیا براده آهن در آب حل میشه با هم زدن. میبینیم که حل نمیشه. پس ما هرچی بتونیم آزمایشمون رو تکرار بکنیم، همون جور که الان توی این جمله خط دوم هم گفتیم، تکرار آزمایش خطاهای آزمایش را کاهش میدهند. بریم سراغ مرحله بعدی تو روش علمی، مرحله ششم. اندازه‌گیری دقیق و مقایسه عددی پدیده ها می تواند دقت مقایسه ها و نتیجه گیری ها را افزایش دهد. بچه ها ما با دقت خیلی سر و کار داریم، مخصوصا تو علم فیزیک. حالا فصل دوم راجع به فیزیک خیلی بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. وقتی من به شما میگم برید یه دونه طوله یه مداد و اندازه گیری بکنید، معمولا میرید از خطکش مثلا استفاده میکنید. خب وقتی نتیجه هاتون رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، مثلا یکی میگه 10.05، یکی میگه 10.5، یکی میگه 10، این یعنی اینکه شما با دقت اندازه گیری نکردید. پس دقت برای ما خیلی اهمیت داره، مخصوصا تو علم دقیقی مثل فیزیک. بریم سراغ مرحله بعدی، یعنی 7، ثبت و تفسیر داده ها و اطلاعات. نتایج آزمایشات بایستی ثبت شود و به درستی طبقه بندی گردد. راجع به همین 6 تا آیتمی که اینجا داریم، ما الان بهتون یاد میدیم چجوری باید طبقه بندی بکنید. جلوتر 2-3 تا اسلاید دیگه با ما باشید متوجه میشید که چجوری باید طبقه بندی کنیم. بریم اسلاید بعدی، 8، نظریه سازی. اگر نتیجه آزمایشات انجام شده درست بودن فرضیه را نشان دهد، فرضیه به نظریه تبدیل می شود. بچه ها خیلی مهمه ها، این جمله رو باید حفظ کنید و یاد بگیرید، چیز زیاد سختی هم نیست. میگه اگر نتیجه آزمایشات، همون که گفتیم تکرار آزمایش خطاهامونو کم میکنه، این آزمایش ها اگه نتیجهش فرضی که اول سر انجام داده بودیم، ما فرض کردیم نمک تو آب حل نمیشه چون جامده، بعد اومدیم آزمایش کردیم، آزمایشمون نشون داد که حل میشه، پس فرضمون اینجا غلطه. جمله داره چی میگه؟ میگه اگر نتیجه آزمایشات انجام شده درست بودن فرضیه رو نشون داد، وقتی این عمل اتفاق افتاد، اون موقع میتونیم بگیم که فرضیه که ما انجام داده بودیم تبدیل شده به نظریه. خب حالا ما با روش علمی رفتیم این کارا رو انجام دادیم، 7-8 مرحله رو انجام دادیم، طبقه بندی رو انجام دادیم، مشاهده رو انجام دادیم، همه اینا رو که انجام دادیم، میخوایم بذاریمشون توی یه جدول ببینیم که پاسخ چیه.
قبل از اینکه بذاریم توی جدول باید متوجه شده باشیم که یافتن جواب مهمترین نکته در علوم است. بچه‌ها ما با روش علمی 7 تا 8 تا مرحله رو پشت سر گذاشتیم که برسیم به یه جواب درست و منطقی. پس جواب برامون خیلی اهمیت داره. نمیتونیم همینجوری شانسی بگیم نمک در آب حل میشه، جوهر نمک در آب حل نمیشه، اتانول در آب حل نمیشه. همونجوری که توی این اسلاید زرد مشاهده میکنید، یافتن جواب مهمترین نکته است. ما همیشه داریم میریم دنبال جواب درست و منطقی. خب توی این اسلاید حالا میخوایم نتایج آزمایش رو براتون نمایش بدیم. چجوری باید نمایش بدیم؟ توی طبق همون طبقه بندی که گفتم جلوتر میبینیم با هم دیگه. دو تا جدول کشیدیم، یه دونه موادی که در آب حل میشوند، ستون دوم موادی که در آب حل نمیشوند. طبق حالا روش علمی ما این 6 تا آیتمی که داشتیم رو میخوایم توی این جدول جا بدیم. خب اولی ماده که در آب حل میشه اتانول هستش. بچه ها اومدیم آزمایش کردیم، مقداری اتانول رو ریختیم توی آب، متوجه شدیم که اتانول توی آب حل میشه. ماده دوم جوهر نمک هستش و ماده سوم سدیم کلرید یا همون نمک خوراکی که گفتم نیازی به مقاله و اینترنت هم نداره، با تجربه شخصی خودمون میتونیم متوجه بشیم که نمک توی آب حل میشه یا حل نمیشه. پس 3 تا ماده که در آب حل میشن میشه اتانول، جوهر نمک، سدیم کلرید. مسلما اون 3 تای دیگه هم در آب حل نمیشن که اولیش هست گوگرد، بعدیش هست براده آهن و نفت. علم و فناوری. تبدیل علم به عمل فناوری نامیده می شود. کامپیوتر، تلفن، نیروگاه‌های هسته‌ای و غیره از جمله فناوری‌هایی هستش که انسان بهش دست یافته. یه بار دیگه من این تعریف رو بگم، چون برای امتحان نیم سال اولتون بچه‌ها بین نیم نمره تا 75 صدم با مثالاش نمره داره براتون. تبدیل علم به عمل. خب یه سوال اینجا پیش میاد، آیا همیشه ما علمو به عمل تبدیل بکنیم برامون مفیده؟ یا علمی وجود داره که به عمل تبدیل بشه، یعنی فناوری وجود داره که مضر باشه برای انسان؟ میخوایم توی این اسلاید بهتون بگیم که بله فناوری هایی هستند که برای انسان مضرن. ببینیم اون فناوری ها رو. استفاده از سوخت های فسیلی آلودگی را به ویژه در شهرهای پرجمعیت افزایش میدهد که این عامل را میتوان یکی از معایب فناوری دانست. بچه ها این یه عیب فناوریه. خب آیا تنها عیب همینه؟ نه، عیب های دیگه ای هم وجود داره. و حالا ما باید سوخت های فسیلی رو چیکار بکنیم؟ نباید سوخت های فسیلی رو بریزیم دور یا کلا بذاریم کنار. باید توی راهکارهای جدید ازش استفاده بکنیم. برای اینکه هوا رو آلوده نکنیم میتونیم توی نیروگاهامون به جای اینکه از سوخت فسیلی استفاده بکنیم بیایم از سوخت هسته‌ای استفاده بکنیم که تبدیل میشه به نیروگاه‌های هسته‌ای. پس این اسلاید رو خیلی خوب نگاه بکنید که علم و فناوری یعنی چی. تبدیل علم به عمل رو فناوری میگن. 3 تا هم مثال براتون آوردیم، کامپیوتر، تلفن و نیروگاه‌های هسته‌ای، که همیشه این فناوری مفید نیست.